بنابراین بچه ها، اگر ما یک عضو قابی شکل رو داشته باشیم، یه عضو کلی از قاب، این عضو کلی قاب شامل در واقع دو تا گره هست، گره ابتدایی و گره انتهایی که با شماره 1 و 2 نشون دادیم. در گره 1 ما یک نیروی محوری N1 رو داریم، نیروی محوری N1 رو داریم، نیروی برشی V1 و لنگر خمشی M1. همین ها رو در گره 2 داریم، N2, V2, M2. پس ما این نیروها رو داریم. متناظر با این نیروها همزمان و چه ها در همین نقطه ها تغییر شکل هم داریم. من تغییر شکل رو برای اینکه در واقع متمایز باشن جدا کشیدم، وگرنه تغییر شکل ها روی همین شکل وجود دارن. یعنی میتونستیم حالا فور شکل رو تغییر شکل یافته بکشیم، یا اینکه به جای N1 بنویسم N1 و دلتا 1. پس این دلتا 1 که میبینید متناظر با نیروی N1 و تتا 1 متناظر با این لنگر M1 و دلتا 1 بزرگ متناظر با این نیروی برشی 1 هستش. پس همینجا ما که 3 تا نیرو داریم، 3 تا تغییر شکل رو داریم، و اینجا هم 3 تا نیرو داریم، 3 تا تغییر شکل داریم. ما این نیروها رو در بحث مربوط به تبدیل ماتریسی کردن، یعنی این 3 تا نیرو، 3 تا نیرو اول N1 V1 M1 رو به صورت کلی به صورت F1 F2 F2 و F3 می نویسیم. F1 در جهت X، نیرو در جهت X، F2 نیرو در جهت Y و F3 لنگر خمشی، و به همین صورت F4، F5 و F6. ما این 6 تا نیرو که به این صورت هستش رو به این صورت با این 6 تا نیرو پشت سر هم از این به بعد نشون میدیم. ستای اول مربوط به گره 1، ستای پایینی مربوط به گره 2. تغییر شکل هم به همین صورت، تغییر شکل در جهت X، تغییر شکل در جهت Y و تغییر شکل تتا زاویه. این ستای اول در گره 1 که میشه U1, U2 و U3، و ستای پایینی هم مربوط به در واقع گره 2 هستش، U4, U5, U6. ببینید رابطه بین نیروها و تغییر شکلها به این صورت هستش که F مساوی است با K ضرب در U. در یه عضو قابی شکل به این صورت هستش، یعنی نیروهای گرهی مساوی است با یه ماتریس سختی ضرب در تغییر شکلهای گرهی. این رابطه رو بهش میگن رابطه تعادل داخل چی بچه ها؟ داخل یک المان، داخل یک المان. خب این روابطی که ما بین اینها هست، ما میتونیم در واقع رابطه ما بین لنگرها رو از رابطه شیپ افت بین به دست بیاریم. یعنی M1 به سمت 2 میشه 2EI الوم، دو تا تتای نزدیک به اضافه تتای 2 منهای 3 الوم، دلتای کل دلتا تغییر شکل ما بین اینهاست که منهای 3 دلتا الوم. M2 هم به همین صورت، V1 برشی که اینجا است از تعادل بین اینها به دست میاد، V2 منفی V1، N1 یعنی نیروی محوری مساوی است با EA الوم دلتا، دلتا هم از کسر تغییر شکل گره ابتدا با گره انتها به دست میاد، N2 هم منفی N1. این 6 تا، ببین اینا رابطه 6 تا نیرو هستش با 6 تا تغییر شکل، که این رابطه رو اگه بخوایم به صورت ماتریسی بنویسیم، یه رابطه همین رابطه F مساوی است با کایو حاصل میشه. ببین پس ما 6 تا رابطه F با بر اساس 6 تا U نوشتیم، ضرایب U که به صورت ماتریسی حاصل میشه میشه ماتریس سختی، که این ماتریس سختی به این صورت حاصل میشه. این ماتریس سختی که در واقع این کای 6 در 6 هستش، مربوط به چیه؟ یک عضو المان قابی شکل هستش که به این صورت تعریف میشه، رابطه بین نیروها و تغییر شکل ها هستش. که حالتی که ما اگر یک فنر داشته باشیم عین یک میله است، این در واقع چون یه دونه تغییر شکل داره، فقط تغییر شکل محوری داره و یه دونه تغییر شکل هم اینور داره، یعنی دو تا درجه آزادی داره، این 2 در 2 هستش. اگر فنر پیچشی داشته باشیم اینم 2 در 2 هستش. اگر عضو خرپایی داشته باشیم که فقط نیروی محوری داشته باشه، باز یه درجه آزادی ابتدا و یه درجه آزادی انتها داریم، میشه سختیش ضرب در 1 منفی 1 منفی 1. و برای تیر هم درجات آزادی محوری رو اگر حذف کنیم از همون قاب، این ماتریس سختیش به دست میاد. یعنی رابطه بین نیروها، من اینجا فقط تغییر شکل رو نوشتم، رابطه بین نیروها که 4 تا نیرو داریم،
برش خمش، برش خمش، برش در نقطه یک، برش و خمش در نقطه دو. رابطه بین این چهار تا برش خمش مساوی است با این کا ضرب در این چهار تا تغییر شکلی که داریم. یعنی به این صورت، به این صورت ما رابطه اف مساوی است با کایو رو داریم. ولی اینجا ما تو تیرها ممکنه در این بین بچه‌ها بارگذاری هم داشته باشیم، که این بارگذاری رو اگر داشته باشیم این رو به صورت در واقع لنگرهای گیرداری مثلا توی بحث مربوط به شیب اف اعمال می کردیم. یعنی همون رابطه‌ای بود که نوشته بودیم بر اساس برای شیب اف بود. اینجا رابطه شیب اف، اینجا یک ام فیکس رو داشتیم. خب وقتی که به صورت کلی می نویسیم اینجا علاوه بر لنگرهای گیرداری برش‌های گیرداری هم ایجاد میشه به علت این نیروی که این وسط هست. بنابراین در کل رابطه تعادل در یک عضو در واقع تیر به این صورت هستش که بردار نیروهای گرهی مساوی است با ماتریس سختی ضرب در تغییر شکل‌ها به اضافه لنگرهای گیرداری فیکس اند ساپورت ریاکشن وکتور که اصطلاحاً بردار در واقع عکس العمل‌های گیرداری میشه، عکس العمل‌های گیرداری که عکس العمل هم برش هم لنگر هستش. این اف چارتایی توی تیرها توی قاب‌ها شش تایی میشه ولی تو تیر چارتایی ما امروز در مورد تیر خواهیم داشت، یعنی بار محوری نداره. و یو هم که چارتاییه، یو 1 یو 2 یو 3 یو 4 یو 1 دلتاست، یو 2 تتاست، یو 3 دلتای در واقع در جهت 3 هستش و یو 4 تتا در جهت 4 هستش. پس رابطه کلی اینجوری هستش. این اف آر لنگرهای گیرداری و برش‌های گیرداری هستن که حالا در دو اسلاید بعدی من اینها رو خلاصه کردم. اگر تیر یه سر در واقع تیر دو سر گیردار، خب دیگه در واقع لنگرها و تکیگاه گیرداری. یه نیروی پی وسط باشه اون اف آرش میشه پی دوم پی ال هشتم پی دوم منفی پی ال هشتم. این پی دوم چیه؟ این عکس العملای تکیگاهی اینجاست. ببین پی دوم پی دوم و پی دوم پی دوم و پی دوم لنگرها چقدر؟ پی ال هشتم پی ال هشتم. شما موقعی که بحث مربوط به شیب افت رو میخوندید یا حالا شاید هم خونده باشید عرضم به حضورتون، فقط چی رو خوندید؟ فقط این پی ال هشتم، چون لنگرهای گیرداری رو خونه تکیگاه برش‌های گیرداری رو ممکنه ندیده باشیم. برش‌های گیرداری خب چیز ساده ای است. این پی که وقتی که وسط باشه پی دومی بر پی دوم اونور میرسه. ولی اف آر میشه چی؟ میشه برش لنگر در گره یک، برش لنگر در گره دو. اگر بار گسترده داشته باشیم یه دبلیو ال دوم دبلیو ال دوم دبلیو ال دو دوازدهم و منفی دبلیو ال دوازدهم دو تا لنگر هستن که به این صورت حساب میشه. بار مثلثی دو طرفه متقارن، بار مثلثی به این صورت میشه WL6 هم لنگرهای گیرداری، WL3 هم لنگرهای گیرداری. اینجا به اضافه یک وی هستش، اینجا یه علامت صلیبی هستش که البته من علامت صلیب رو تغییر دادم به وی. اینجا من پس اینجا یه وی داریم، من این رو می نویسم به صورت یک وی می نویسم، چون تو اسلاید بعدی این رو تغییر دادم، این رو ندیدم، الان تغییرش میدم. نو اوت لاین. خب یه وی بهش اضافه میشه و یه وی کم میشه که این وی کم و زیاد شدنش رو مقدار وی چقدره میشه جمع این دوتا لنگر تقسیم بر طول. مقدار وی جمع این دوتا لنگر تقسیم بر طوله. پس اینجا این لنگرهای گیرداری، پس اینجا WL6 به اضافه یه وی و اینجا هم WL3 منهای وی هستش. FR اینجوریه، من این به اضافه منهای وی جا مونده بود که گذاشتیمش. حالا تو اسلاید بعدی این رو گفتم، این وی میشه ام آ به اضافه ام بی تقسیم بر ال. ام آ لنگر اینجاست و ام بی لنگر این ور هستش. این کلن اون این علامت صلیب رو من عوض کردم به این وی که دیگه میبینید اینجا هم وی هست، جای اون صلیب قرار گرفته. این صلیبا هر کون که میبینی یه وی بذار که دیگه اون صلیبه نباشه. اینجا وی و اینجا هم از میخوام اینجا هم یک وی داریم که به اضافه کرد منها شد و اینجا هم فکر کنم یه وی به اضافه منها
جا مونده به اضافه وی منهای و اینجا هم منهای وی جا مونده، اینجا هم به اضافه وی منهای وی جا مونده. خب اینا رو الان مثال که حل کنی بچه ها، نگران به هیچ وجه نگران نباشید، اصلا چیزی نیست که بخواید ازش بترسید. خب پس این هم لنگرهای گیر داریم. من در عرض چند دقیقه روند کلی حل مسائل تحلیل سازه به روش ماتریسی رو میخوام خدمتتون بگم. خب به این صورت هستش که اولین گام اینه که گسسته سازی انجام بدیم. پس روند کلی حل مسئله اینه که گسسته سازی انجام بدیم. گسسته سازی یعنی چی؟ یعنی بگی که آقا المان ها کدوم ها هستن، گره ها کدوم هستن و درجات آزادی کدومه. مثلا در این شکل یه قابی هستش، یه قاب سه عضوی هستش، من عضو یک رو در واقع با مربع یک نشون دادم، عضو دو مربع دو، عضو سه مربع سه، یه قاب هستش. این پس ما تبدیلش کردیم به سه تا عضو. بعد گره ها رو مشخص کردیم، گره یک، گره دو، گره سه، گره چهار، و بعد درجات آزادی رو شماره گذاری کردیم. خب یک، دو، سه. یک همیشه جهت ایکس، وای جهت دوه و لنگر جهت سه، و بعد همین سه تا رو داریم. ولی دیگه اینجا این سه تاست، اینجا از دوباره از سه به بعد هست، چار، پنج و شیش، چار افقی، پنج قائم، شیش خمش، بعد بعدی هفت افقی، هشت قائم، نه خمش، بعد ده افقی، یازده قائم، بعد خمش. پس ترتیب همیشه اینجوریه، اول ایکسه، بعد محور وای، بعد چرخشه. به این صورت هستش. این سه تا مرحله رو بهش میگن دیسکریتیزیشن، یعنی گسسته سازی. بایستی بگیم که آقا این سازه به عضوها گسسته میشه، و بعدش ماتریس سختی هر کدوم از اینا رو حساب کنیم. ماتریس سختی رو من خب گفتم دیگه، گفتم که واسه قاب مثلا این رابطه میشه، واسه تیر اینه. ببین ای آیش که معلومه، طولش که معلومه، بنابراین ما واسه هر عضوی میتونیم ماتریس سختیش رو بنویسیم. پس کای المان یک رو میتونیم به دست بیاریم، کای المان دو رو میتونیم به دست بیاریم، کای المان سه رو به دست میاریم. خب مرحله بعدی، این مرحله که با کادر زرد نشون دادیم، اینه که این مثلا در این قاب این 6 در 6 بچه ها، این 6 در 6ه، تو این یکی قاب این کام 6 در 6ه. چرا؟ چون این عضو 3 تا درجه آزادی اینجا داره، 3 تا درجه آزادی اینجا، بنابراین 6 در 6ه، اینم 6 در 6ه، اینم 6 در 6ه. ولی کلش چند در چنده؟ چون 4 تا گره داریم، 4 تا 12 تا، ماتریس سختی کل 12 در 12 هستش. پس اینجا ما بایستی این 4 تا رو جوری جمع کنیم که تبدیل بشه به 12 در 12، یعنی 4 تا 3 تا 6 در 6 رو جمع کنیم تبدیل بشه به 12 در 12. خب این کار چجوری انجام میشه؟ این کار به این صورت انجام میشه که در واقع تو المان 1 با توجه به این شماره درجه آزادی، المان ها درجه آزادی 1 2 3 4 5 6، اینا داخل المان 1 هستش، یعنی این 6 در 6 هستش. ولی یه در واقع بخوایم تبدیلش کنیم تو مختصات کلی سازه، تو کل سازه ما 12 تا درجه آزادی داریم. پس بقیه درجات آزادی تو این ماتریس چی میشن بچه؟ صفر میشن. درجه آزادی 7 8 9 رو این نداره، صفره. درجه آزادی 10 11 12 رو این نداره، پس صفره. پس در واقع میتونیم بگیم که این کای المان رو میتونیم به صورت 12 در 12 در نظر بگیریم که فقط 6 در 6 اولش مقدار داره، بقیه‌اش صفره. به این صورت کای المان 1 رو اصطلاحاً در مختصات محلی میبریمش در مختصات سازه. پس این 6 در 6 رو تبدیل میکنیم به 12 در 12. چجوری؟ اون سطرهایی که مربوط به این نیست به جاشون سطر و ستوناشو صفر میذاریم. کای المان 2 درجات آزادی 4 5 6 داره و 7 8 9، درجه آزادی 1 2 3 و 10 11 12 رو نداره، اینا صفر میشه. اینم تبدیل میشه 12 در 12. المان 3 هم به همین صورت، به این صورت همشون 12 در 12 میشن و با هم دیگه جمع میشن. وقتی که کا به دست اومد، حالا درجات آزادی مقید رو حذف میکنیم، کا آ به دست میاد. اینجا البته بایستی ماتریس اف رو هم حساب کنیم، این اف آ، این اف آ میشه در واقع
نیروهای گرهی و خب اگر لنگرهای گیرداری هم داشته باشیم، این لنگرهای گیرداری هم باعثی ازش کسر بشه، یعنی همچین چیزی، یعنی این اف آی که میبینید اف منهای اف آر لنگرهای گیرداری هستش، چون رابطه کلی به این صورت هستش. باعثی در واقع علاوه بر یو باعثی اف آر هم، اف و اف آر هم حساب بشه. این کای کل که حساب بشه معکوسش رو میگیریم و یو به این صورت به دست میاد. خب بریم سراغ مثال. تو حل مثال انشالله این موارد، همه این موارد رو که گفتیم داخلش هست و اینها رو همه خواهیم دید. خب مثالی که اینجا داریم یک مثال مهم هستش که در واقع میخواییم یک تیر چند دهانه رو با استفاده از روش ماتریسی و روش ماتریسی که ماتریس سختی اون رو از طریق اسمبل کردن به دست بیاریم میخواییم حل کنیم. یه تیری داریم با مقطع آی شکل که این مقطع آی شکلی که داریم شامل دو تا پلیت 150 میلیمتر که مربوط به دو تا بالش هستش به اضافه یه پلیت 208 جان هستش. اول از همه مومان اینرسیش رو حساب میکنیم. ای رو هم ای که در واقع ضریب الاستیسیت است مسئله داده، 2 ضرب در 10^5 مگاپاسکال هستش، ولی آی رو مسئله نداده و ما خودمون حساب کردیم. آی مربوط به جان میشه 1/12، چون این سایز جانه بچه ها، زخامتش 8 میله که نوشتم 8 سانت بر اساس سانت نوشتم، اینم ارتفاعش هم 200 میلیمتر یا 20 سانت، 1/12 8 ضرب در 20^3. این مومانیرسی مربوط به جان هستش به اضافه دوتا مومانیرسی مربوط به بال. مومانیرسی بال میشه 1/12 b، عرضش 15 است، ارتفاعش هم 1/3 به اضافه آدیدو که خروج از مرکزیتش هستش، اثر خروج از مرکزیت میشه مساحت بال ضرب در این خروج از مرکزیت، این مساحتی که بال داره میشه 15/1 مساحت، 10.5 هم خروج از مرکزیتشه به توان 2 که این بر حسب سانتی متر. این محاسبات رو میدیم اکسل خودش انجام بده، ولی بایستی تبدیل کنیم، این رو تبدیل میکنیم، این هر چی شد آخرش بایستی ضرب در 10^-8 کنیم. این محاسبات رو اینجا اصلا نیاوردم، چون ماشین خود اکسل یک ماشین حساب فوق‌العاده عالی هستش. فقط اینجا بایستی بدونیم واحدها رو همه تبدیل به نیوتون و متر کردیم، یعنی 15 کیلو نیوتون رو به صورت 15000 نیوتون می نویستیم، این ای رو بر حسب نیوتون بر متر مربع نوشتیم، این هم بر حسب متر، همه رو بر حسب واحدهای اس آی و مرتب می نویستیم که خیالمون راحت باشه. تغییر شکل هم اگر آخر سر به دست اومد دیگه بر حسب متر به دست میان، به این صورت هستش. خب ما این رو میبریم داخل اکسل. خب واسه این که شروع کنیم به حل، اولین گام رو انجام میدیم. اولین گام چیه بچه ها؟ اولین گام دیسکریتیزیشنه. دیسکریتیزیشن میشد چی بچه ها؟ میشد گسسته سازی. ما بایستی بگیم هر المانی کجاست و هر گرهی کجا هستش. خب ما شماره گذاری میکنیم. خب میریم دیسکریتیزیشن رو انجام میدیم. دیسکریتیزیشن اول شماره، حالا گره یا شماره المان فرقی نداره، من اول از شماره گره شروع میکنم. شماره گره معمولا داخل دایره مینویسیم. این گره شماره یک، گره شماره یک، گره شماره دو، گره شماره 3، گره شماره 4 و این انتها که یک مفصل، یک تکیگاه برشی هستش، گره شماره 5. پس ما 5 تا گره داریم. خب مرحله بعد پس این شد چی؟ این شد جوینت نامبرینگ، نامگذاری جوینت ها یا نامگذاری نوت ها گره هاست. این مرحله اول. مرحله دوم میریم شماره گذاری مربوط به اعضا رو انجام میدیم، عضو ها رو.
حالا اینا رو داخل یک کادر مربع قرار میدیم، حالا رنگش رو هم عوض میکنیم. این گره شماره، این عضو شماره یکه، این عضو شماره یکه. حالا واسه اینکه اینجا قاطی نشه اینا رو هم یه مقداری میارم این ورتر. این عضو شماره یک، این عضو شماره یک، اینم بیارم این ورتر که شماره عضو رو بذارم زیرش. اینم عضو شماره دو. عضو شماره یک گره یک رو به دو وصل کرده، عضو شماره دو گره دو رو به گره سه وصل کرده، و عضو شماره سه این رو بیارم این ورتر. ای آی هاشون متفاوته، ببین این سه ای آیه، این دو ای آیه، این دو ای آیه، و آخری یه ای آیه که الان نشونتون میدم. یعنی عضو شماره سه، عضو شماره سه، و این آخری عضو شماره چار، آخری هم عضو شماره چار. خب مرحله دیسکریتیزیشن میشه شماره گذاری گره، عضو و درجات آزادی. پس ما درجات آزادی رو هم بایستیم شماره گذاری کنیم. اینجا چون تیر هست نیروی محوری نداریم، نیروی محوری نداریم، پس چی رو داریم؟ فقط نیرو، در واقع درجات آزادی در راستای قائم، تغییر شکل در راستای قائم، و همچنین تغییر شکل زاویه رو داریم. من این درجات آزادی رو برای اینها نامگذاری میکنم. خب در گره یک ما درجه آزادی یک و دو رو داریم. یک مربوط به درجه آزادی قائمه، دو درجه آزادی در واقع چرخشی هستش، مربوط به زاویه است. اینجا در چون تیر هستش درجه آزادی محوری نداریم. تو گره دو دو تا درجه آزادی دیگه داریم که شماره بچه این یک دو، اینجا میشه سه و چهار، سه و چهار. بعدیش بعدی تو گره بعدی اینجا درجه آزادی پنج و شش، درجه آزادی پنج و شش. خب این شش رو هم جا به جا کنیم که با این بار قاطی نشه، و درجه آزادی هفت و هشت، و درجه آزادی 9 و 10. 9 و 10. خب مرحله دیسکریتیزیشن، گسسته سازی انجام شد. ما اینو تبدیل کردیم، گسستش کردیم به 4 تا عضو. شماره گره ها رو معلوم کردیم، شماره درجه آزادی رو هم مشخص کردیم. خب پس از این شکل سازه که دیسکریتیزیشن انجام شده، من عکس میگیرم و داخل اکسل قرار میدم که دیگه توی اکسل جلوی چشمون باشه. من ازش عکس گرفتم میارمش داخل اکسل، به این صورت قرارش میدم. خب پس الان داخل اکسل هستش این شکل سازه، به صورت عکسی آوردمش اینجا. خب عزیزان من، الان ما ماتریس سختی رو هم که داریم، ماتریس سختی مربوط به تیر رو که اینجا نشونتون دادیم، این ماتریس سختی تیره. من این ماتریس سختی تیر رو هم کپی میکنم و میارمش داخل اکسل که اینم باز جلوی چشمون باشه که بدونیم ماتریس سختی رو چجوری حساب میکنم. این ماتریس سختی که حالا سایزش رو کوچیک میکنم، فونتش رو کوچیک میکنم، فونتش رو کوچیک کردم. خب الان ببینید، ما مقادیر رو ای رو میخوایم، مقادیر رو آی رو میخوایم، ای و آی رو میخوایم، و بعدش میریم در واقع ماتریس سختی رو برای هر کدوم از اینا حساب میکنیم. خب مقدار ای رو مسئله به ما داده، دو ضرب در ده به توان نو بود، درسته بچه ها؟ نگاه میکنیم مسئله، ای مساوی است با دو ضرب در ده به توان یازده. عذر میخوام بچه ها، دو ضرب در ده به توان یازده ای مساوی با دو، مساوی است با دو ای یازده، میشه دو ضرب در ده به توان یازده. خب پس ای دو ضرب در ده به توان یازده. مقدار آی که مومان اینرسی باشه، مقدار آی که مومان اینرسی باشه رو
با استفاده از همین چیزی که حساب کردیم، یعنی این رو هم میارم اونجا حساب میکنم. فقط این بر اساس سانتی متر مربع است، بایستی بر اساس سانتی متر به توان 4. خب سانتی متری، هر سانتی متری 10 به توان منفی 2 متر. اینجا رو دقت بفرمایید که سانتی متر به توان 4 رو چجوری تبدیل کردم به متر به توان 4. به جای هر سانتی متری 10 به توان منفی 2 متر نوشتم، یعنی خود سانتی متر چقدر بچه ها؟ خود سانتی متر 10 به توان منفی 2 متره، توان 4 هم سر جای خودش، بنابراین سانتی متر به توان 4 میشه 10 به توان منفی 8 متر به توان 4. من محاسبات رو، این محاسبه‌ای که می‌بینید رو در اکسل، خود اکسل انجامش میدم. آخر سر یه 10 به توان منفی 8 هم در ادامهش میذارم. خب میرم تو اکسل، این رو هم همینجا میذارمش که باز جلو چشم باشه که این آی رو حساب کنم. آی رو که حساب کردم این رابطه رو پاک میکنم. خب من آی رو مینویسم یه مساوی است با 1 تقسیم بر 12 ضرب در 8 ضرب در 20 به توان 3 به اضافه 2 تا ضرب در پرانتز باز 1 تقسیم بر 12 ضرب در 15 1 به توان 3 که هیچی، به اضافه 15 ضرب در 1 هم که هیچی، ضرب در 10.5 به توان 2 این بر اساس سانتی متر به دست میاد. این رو همش در 1 ای به توان منفی 8 که ضرب کنیم این میشه چی؟ این میشه ممانیسه بر حسب متر مربع. پس من این ابتداش یک پرانتز باز میکنم، انتهای انتهاش یک پرانتز باز میکنم، ضرب در 1 ای منفی 8 اضافه میکنم که چی بشه؟ که تبدیل به متر به توان 4 بشه. پس این اینی که میبینید این مقدار ای هستش که حالا این رو هم بهش میگید که با دو رقم اعشار نشون بده که دیگه خیلی شلوغ کاری نکنه. خب نه ولش کنید، همون ساینتیفیک خودش به همین صورت باشه. خب اینجا پس این واحد ای واحدش چیه؟ واحدش پاسکاله، یعنی نیوتون بر متر مربع. اینم واحدش متر به توان 4. خب پس آی رو حساب کردیم، آی رو دادیم خود اکسل حساب کرد، من این رو پاک میکنم. حالا میرم سراغ المان 1. المان 1 اینجا مینویسم، مینویسم المنت نمبر 1. ما چند تا المان داریم بچه‌ها؟ 4 تا المان داریم. واسه این 4 تا المان این چند تا حرکتی که الان میزنم رو در واقع انجام میدیم. توی هر المانی ما یک معادله تعادل داریم بچه‌ها. معادله تعادلی که داریم کجاست؟ اینه. معادله تعادل المان اینه. یعنی F مساوی است با KU به اضافه FR. یعنی یه F رو باستی حساب کنیم، یه K رو باستی حساب کنیم، یه FR رو حساب کنیم. فقط U مجهول هستش. خب بریم توی اکسل ببینیم اینا چجوری تعریف میشن. توی المان 1 خب این به صورت یه معادله نمیاد. خب جداش کردم ببینم جدا میشه یا نه. خب اومد. این واسه یه المان اول. المان اول این افش بچه ها چارتاییه، افش چارتاییه، یعنی این اف چارتا در نظر میگیریم که این چارتا در واقع بچه ها این چارتا رو اف در نظر میگیریم، این چارتا اف هستش، مساوی است با اف، این اف مساوی است با مثلا یه مساوی همینجوری میذاریم، این یه فاصله مساوی، چون یه مساوی مربوط به نوشتن فرموله، اولش یه فاصله بذارید دیگه ول میکنه، اذیت نمیکنه، ولی همینجوری مساوی بذارید این ممکنه گیر بده، گیر هم نداد دیگه، یه فاصله مساوی بذارید مشکلی نداره. این F بعد کا 4 در 4 بچه ها، این 4 در 4ی که میبینید این مربوط به محاسبه سختی هستش، این 4 در 4 کا بعد ضرب در U، این را میبریم این ورتر، ضرب در U یه 4 در 4ی هم اینجا قرار میدیم، اینم در واقع U هستش.
F مساوی است با 4 در 4 K ضرب در U به اضافه F R. اینجا یه به اضافه F R هم اضافه میکنیم. این به اضافه و اینجا هم یه 4 در 4. خب پس چی شد؟ من فعلا جای خالیشون رو گذاشتم. این F، این F، اینجا K، این U، این R، F R، F R. پس ببین F بردار نیروهای گرهیه، K سختیه، U تغییر شکل هاست، F R هم در واقع از عکس العمل های گیرداری به دست ببن. این ستا رو هم وسط چین میکنم، ستا رو وسط چین میکنم. پس اینا رو باستی پر کنم. خب این رو از کجا پر میکنم؟ با استفاده از این فرمول. F رو از کجا پر میکنم؟ با توجه به شکل. و U رو هم که هیچی، این U رو هم نگاه میکنم ببینم این المان یک چه درجات آزادی داره. المان یک درجات آزادیش یه U یک، U دو، U سه و U چار. پس من U ها رو که مجهولات هستن رو مینویسم. U یک نداریم، U دو رو نداریم، U سه، U چار رو هم نداریم. این چهار تا مجهوله. U یک، U دو، U سه، U چار مربوط به عضو یکه. ما فعلا روی عضو یک داریم کار میکنیم. خب ماتریس سختی رو باستی پر کنیم. ماتریس سختی تابعی از EI هستش. EI رو از این بالا میگیره. ولی L، طول L رو باستی اینجا تعریف کنیم. طول که تغییر کنه این ماتریس سختی عوض میشه. من یه سطر اضافه اینجا اضافه میکنم که طول رو وارد کنم. یعنی بگم که L این المان، طول المان چقدره؟ طول المان بچه چقدره؟ طول المان اول 7 متره. خب این دیتا رو که میخوام وارد کنم، این رو مثلا داخل یه کادری میذارم، زردش میکنم، یه رنگی میذارمش که مشخص باشه. من اینا رو دیتا رو وارد کردم. خب اینا هم که قبلا وارد شده، اینا هم وارد شده. پس اینا رو که وارد کردم، اینا رو زرد کردم. مقدار L 7 متر مربوط به المان 1 وارد کردم و 7 متر. خب حالا میایم ماتریس سختی رو حساب میکنیم بر اساس همین در واقع رابطه‌ای که داریم مینویسمش. اولیش بچه‌ها میشه چی؟ میشه 12 EI بر روی L3 مساوی است با 12 ضرب در E ضرب در L عوض میخوام ضرب در I 12 EI تقسیم بر L به توان 3. 12 EI تقسیم بر L به توان 3. 12 EI L به توان 3. خب که اینجا من این EI رو مختصات فیکس براش میذارم. چرا؟ چون که EI کلن یه بار میخوام تعریف کنم، همون EI اون بالا تعریف شده. مختصات فیکس EI رو فیکس میکنم، علامت دلار میذارم، ولی L تغییر میکنم. خب این 12 EI L3 شد این مقدار. این بر حسب چی به دست اومده؟ سختی بر حسب نیوتن متر به دست اومد. پس من 12 EI L3 مقدار به دست اومد، مقدار داریم. بعدی چیه؟ 6 EI بر روی L2، 6 EI بر روی L2 مساوی است. ما میتونیم همین رو بگیریم، همین فرمول رو، همین فرمول که 12 EI L3 است. اینجا همین رو پیست کنیم، همینجا پیست کردم. پس اینجا 6 اولیش، اون 12 اولش 6، اون توان انتها به جا 3 چیه؟ 2. پس اینم 6 EI L2 حساب شد. این یکی چیه؟ منفی همین اولیه. می نویسم مساوی است با منفی اولی به دست اومد. این یکی هم چی؟ همین یکیه، همین 6 EI L2. پس اینجا هم می نویسم مساوی است با این، اینم محاسبه شد. خب حالا میام سطر پایینی، از اینجا شروع میشه. 4 EI بر روی L مساوی است با، حالا 4 EI بر روی L رو چون اینجا EI رو داریم، اینم دوباره کپی میکنم، فرمول رو میندازم اینجا، این ضریبش 4، EI رو که داره، اینم توان رو برمیداریم. پس میشه 4 EI بر روی L. ببین 4 تا EI تقسیم بر L به این صورت به دست میاد. این 4 EI بر روی L. خب این یکی منفی 6 EI L2، یعنی منفی همین مقداره، منفی این مقدار دومه. پس اینجا همین مقداره ولی ضریب منفی داره.
می‌نویسیم مساوی است با منفی این مقدار، اینم به دست میاد. این مقدارش همینه تقسیم بر 2، یا همین رابطه رو ضریبش به جای 4 ضریب 2. ببین بچه‌ها نحوه کپی کردن چجوری کپی می‌کنم. میرم داخل فرمول، خود فرمول رو کپی می‌کنم، اسکیپ می‌زنم، میام اینجا دابل کلیک می‌کنم، میرم داخلش توی قسمت فرمول بار فرمول رو کپی می‌کنم. این فرمول که کپی شده ضریبش 4، ولی من ضریب 2 می‌خوام. حالا این ضریب 2 رو تغییر میدم، 2 اینتر. این فرمول هم ضریبش تغییر کرد. حالا سطر سوم چیه؟ سطر سوم 12 ال سی همون اولیه، این همون اولیه، می‌نویسم مساوی است با همون اولی، همون اولی اینتر. اینجا چیه؟ این منفی دومیه، منفی 6 ای بر روی ال 2 هستش. می‌نویسم مساوی است با منهای، یه منها هم نوشتم این عبارت. و آخری چی؟ آخری این سطر دو ستون دو، همین 4 ای ال، اینم 4 ای ال، مساوی است با همین مقدار. خب بقیه یه ماتریس سختی سیمتریک، متقارنه، یعنی دقیقاً بقیه این بایستی مثل ستونهای این مشابه سطرها، هر سطر متناظر پر بشه، یعنی این مقدار بایستی با این مقدار یکی باشه. می نویسم مساوی است با این، متقارن بشه. این مقدار بایستی مساوی با این باشه. می نویسم مساوی است با این، و این سطر 4 ستون 1 بایستی مساوی است با سطر 1 ستون 4، یعنی اینجا اینم پر شد. پس ببین این با این یکی شد، اینجا با اینجا یکی شد، اینم با این یکی شد. پس دوباره مساوی میزنم، این مساوی است با این مقدار، اینتر. و اینجا مساوی است با، ببین این مربوط به سطر 4 ستون 2، بایستی مساوی با سطر 2 ستون 4 باشه به این صورت. و این هم مربوط به سطر 4 ستون 3، بایستی برابر با سطر 3 ستون 4 باشه، مساوی با این مقدار. به این صورت ماتریس سختی به دست اومد. جالب اینه که بچه‌ها مثلا من این ماتریس سختی رو که دیدید برای ای آی نوشتم. خب من اینجا یه اشتباهی کردم، ای آیش رو عرضم به حضورتون بایستی ضریب 3 میدادم. اینجا 3 ای آی، ضریبش 3 ای آی است، این ضریب 3 ای آی رو اعمال نکردم. اینجا بایستی یه ضریب ای آی هم اعمال میکردم، یعنی می‌نوشتم ضریب ای آی، ضریب ای آی چقدره، یعنی بایستی اینجا در واقع خود ای آی رو هم به صورت یه ورودی میگرفتم، که الان این کار رو میکنم دیگه. این حرکتی که ای آی رو از اینجا گرفتم رو حذف میکنم، یعنی ای آی مساوی است با 3 برابر 3 تا ضرب در ای ضرب در آی. حالا این ای آی رو اینجا به صورت آدرس مطلق می نوشتم، این درسته، این ای، حالا دلار می نویسم، دلار. خب پس الان این درست، این مقدار ای آی هستش. حالا این تو این روابطی که داریم به جای ای آی این آدرس اینجا رو میدم. پس این قسمت ها تو این فرمول من اینا رو اصلاح میکنم، پس ای آی رو اینجا میدم. این ای آی مربوط به عضوه، یعنی این ای آی عضو هستش، ای آی عضو 1، یعنی ای آی 1 برابر است با 3 ای آی که اینجا ضریب 3 رو اینجا اعمال کردم. خب پس اینجا رو من اصلاح میکنم، اینجا ای آی رو که اینجا دادم، یعنی به جای اینها، به جای اینها این رو حذف میکنم، به جاش این مقدار ای آی رو میدم. این اولی درست میشه، یکی دومی هم مجدد به جای این ای آیش این رو حذف میکنم، به جاش چی میدم، اینجا کلیک میکنم، در واقع 6 ای آی بر روی ال 3 میشه. و اینجا هم که از این فرمول گرفته شده مشکلی نداره، اینجا هم مشکلی نداره، اینجا به جای ای آی این قسمت رو وارد میکنم، باز درست شد. اینجا همون منفی 11 است، اینجا هم دوباره ای آی رو اصلاح کردم، این مقدار رو دادم، و سطر دو ستون دو مشکلی نداره، اینجا هم مشکلی نداره، و اینجا هم مشکلی نداره. خب ببین بچه ها، پس من با ای آی رو با گفتم که 3 تا 3 برابر ای آیه،
و طول رو گفتیم 7 متر. ببین ماتریس سختی برای طول 7 متر و 3 ای آی حساب شده شده این. حالا عضو دوم که 2 ای آی و طول 6 متر چجوری حساب میشه؟ کافی ال رو تبدیل کنم به 6 متر و این ضریب رو به جای 3 تبدیل کنم به 2. محاسبه شد. میبینی بچه ها؟ پس خیلی راحت ما ماتریس سختی رو به این صورت تغییر میتونیم تغییر بدیم. حالا این رو همون 7 و ضریب 3 میذاریم. این مربوط به المان 1. پس مربوط المان 1 رو اولی رو که تشکیل دادیم، المان های بعدی دیگه کپی پیست میکنیم، فقط طول رو وارد میکنیم، ضریب رو وارد میکنیم. اینجا ضریب رو وارد میکنیم، ضریب مثلا 3 یا 2. حتی این ضریبش رو هم میتونیم جداش کنیم که فقط این ضریب رو بگیره و خودش در یه جای دیگه ضرب کنه، که حالا من همینجوری میذارمش. خب من این ماتریس سختی که دیگه کاری باش ندارم، چون دیگه واردش کردم، این ماتریس سختی شد دیگه، با خود فرمولش کاری ندارم، این رو هم پاک میکنم. این المان 1 چیش میمونه؟ خب این المان 1 ما حالا اف هاش رو هم مینویسیم. این اف هایی که داره از اف 1 تا اف 4، ببین چون درجات آزادیش از 1 بوده تا 4، اف هاش هم به همین صورته، اف از اف 1 تا اف 4. ولی نگاه میکنیم ببین اف 1 میشه لنگ عکس العمل تکیگاهی، مجهوله. اف 2 میشه لنگر تکیگاهی، اف 2 هم مجهوله. اف 3 اینوره، اف 3 نیرو در راسته قائم، عکس العمل تکیگاهی، مجهوله. ولی اف 4 بچه‌ها صفره، F4 اینجا صفره. F4 چرا صفره؟ چون لنگر متمرکزی نداریم، هیچ نیروی خارجی نداریم، لنگر نیست، بنابراین این صفره، این F4 صفره. ولی اینجا چرا صفر نشد؟ این F2 صفر، چون لنگر تکیگاهی وجود داره، لنگر هست، لنگر گرهی هست، ولی اینجا لنگر گرهی نبود، پس این صفره، این یه دونه تنها صفره. حالا نوشتن یا ننوشتم اینجا خیلی مهم نیست، ولی خب گفتم که بدونید این به چه صورتی باستی بنویسیم. خب این اف آر که در واقع برش‌ها و لنگرهای گیرداری هستش، مطابق با جزوه باستی اینجا که بار متمرکز وسط هست، اف آر رو دقیقا مطابق اون بنویسیم. میرسیم به بار گسترده، باستی مطابق جزوه بار گسترده، اف آر گسترده رو بنویسیم. بار مثلثی به همین صورت، و حالا در واقع بار متمرکز هم دوباره مطابق اون چیزی که داخل جزوه است. اول من بار متمرکزی که در وسط قرار گرفته رو میارم، که میشه پیل دوم، پیل هشتم و پیل دوم و منفی پیل هشتم رو، این رو میارم لنگرهای گیرداری، این لنگر گیرداری مربوط به چیه؟ این نوع ببین بار متمرکز وسط هستش، من این رو میارم، همین شکلش رو که بیارم معلومه دیگه، یه پیل دوم، پیل دوم، پیل هشتم و منفی پیل هشتم. این رو کپی میکنم که جلوی چشمون باشه. خب من این قسمت رو یه مقداری بیارم عقبتر. خب دیگه این شکل کلی تیرم فعلا دیگه کم کم. خب یه اجازه بدید یه چند تا سطر بیارم پایین تر. آها. که این هم واسه خودش همینجا بمونه. اینا هم رنگش رو، خب این بالا مونده، این المان 1 بوده و این المان 1 هم این اف آر هاش رو می نویسیم. خب این اف آر چی میخواد بچه ها؟ یه پی میخواد، پی رو 15 کیلو نیوتن. این پی رو هم مثلا اینجا وارد میکنیم، میگیم که این پی مساوی است با 15000 تا. خب این پی دیگه بستگی داره، بعضی از بار گسترده داره واسه دبلیو وارد کنی، بعضی ممکنه پارامترهای دیگه داشته باشه، ولی این مربوط به بار متمرکزه که حالا این رو هم وارد میکنیم. خب این پی رو وارد میکنیم، پس اف آر میشه پی دوم مساوی است با پی تقسیم بر دو و مساوی است با پی ضرب در ال تقسیم بر 8 پی ال هشتم. اینا رو میدونید بر اساس چی مینویسم؟ بر اساس این پی دوم پی ال هشتم، پی دوم منفی پی ال هشتم، این رو دارم مینویسم، این اف آر هستش. این در واقع برش تکیگاهی و لنگر تکیگاهی در گره اوله، در گره اوله
من بر اساس شکل دارم نگاه میکنم. اول گره اول رو وارد کردم، برش لنگر رو وارد کردم و بعد برش لنگر گره دو رو وارد میکنم، برش پی دوم و منفی پی ال هشتم. پس این اف آر رو به این صورت داریم. من میام داخل دوباره اکسل. خب پی ال هشتم، خب این یکی دوباره پی ال هشتم مساوی است با اولی مساوی پی دومه و این آخری مساوی با منفی پی ال هشتمه، منفی مقدار دومی که این لنگر باشه. خب ما الان معادله تعادل گره یک رو نوشتیم، المان یک رو نوشتیم، معادله تعادل المان یک رو نوشتیم. این رو یک کادری میندازیم دورش، این محاسبات مربوط به المان یک رو بچه ها ما انجام دادیم، محاسبات مربوط به المان یک انجام شد. دیدید بچه ها؟ به این صورت. حالا من این دوتا سطرم اضافه است، دوتا سطرم حذف میکنم. خب همین رو کپی پیست میکنم برای المان دو هم به کار میبرم. حالا این رو بولد میکنم، این رو حالا داخل یه المان یک رو کلن میارمش اینجا و یه کادر مثلا یه رنگ دیگه مینویس میارم که یه چیز مشخص باشه. خب این هم دورش رو یه بار دیگه کادر پر رنگی میندازم. این المان یک، این المان یک، همین رو کپی پیست میکنم واسه المان دو. این رو کپی پیست، کپی و اینجا پیست میکنم. این المان دو واسه المان دو. خب المان نمبر تو، المان نمبر تو. خب المان شماره دو طولش چقدره؟ شیشه. ضریب ای آی چقدره؟ دو. طولش شیش، ضریب ای آیش این سه رو تبدیل میکنیم به دو. تموم شد، ماتریس سختیش به دست اومد، ماتریس سختیش به دست اومد، کی حساب شد. درجات آزادیش چنده؟ درجات آزادیش 3 4 5 و 6. سه، چار، پنج و شیش. پس اینجا یو سه هستش و میکشیم میاریم پایین، چار، پنج، شیش. یو سه، چار، پنج، شیش. و درجات نیروهامون چی؟ اف چار هستش، اف پنج هستش و اف شیش. این یو که چار، پنج، شیش هستش، اف هم به همین صورت، اف چار، اف پنج، اف شیش هستش. اف چار، اف پنج، اف شیش و اف هفت. عوض میخوام، باید از F3 شروع میکردم، از F3 شروع میکردم، F4، F5 و F6، به همین صورتی که U ها رو داریم. ماتریس سختی دیگه حساب شد، چون طول رو عوض کردیم، EIش هم ضریبش رو دو گذاشتیم، ماتریس سختی حساب شد. F همینه، U همینه، ولی لنگرهای گیرداری دیگه بار متمرکز نداره. چی داره؟ بار گسترده 2000 تایی داره، یعنی به جای این P یه بار W داره و شدت بارش هم 2000 تاست، بار گسترده 2000 تا رو فعلا وارد میکنیم. خب این اف آر پس اینا نیستن، اینا رو پاک میکنم. اف آر رو بایستی متناسب با در واقع لنگر گیرداری خودش قرار بدم. خب نگاه جزوه میکنم ببینم بار گسترده لنگر گیرداریش چجوری هستش. به این صورت هستش، یه WL دوم، WL دو دوازدهم و همینها دوباره دویدیل دوم و منفی دویدیل دو دوازده هم به همین صورت تکرار شد. من اینو کپی میکنم میارمش داخل اکسل، این رو کپی پیست میکنم اینجا، یه مقدارم کوچیکش میکنم و اف آر ها رو وارد میکنم. اف آر رو وارد میکنم. اف آر اولی مساوی است با دویدیل زب در ال، طول خودش تقسیم بر دو، دویدیل تقسیم بر دو و این هم برابر با همین مقداره، عکس العمل تکیگاهی. ولی لنگرها مساوی است با WL2 دوازدهم، W ضرب در L به توان 2 تقسیم بر 12. این لنگر گیرداری که حالا استثنائاً همون 60000 شد و مساوی است با منفی این مقدار، منفی 60000. پس لنگر گیر دارید WL2 دوازدهم و اینجا هم همون منفی WL2 دوازدهم. تموم شد بچه ها، کار المان دو هم تموم شد. میرون سراغ کار المان چار، المان سه، عوض میخوام، المان سه. پس همون اولی بچه ها یه مقداری باستی یه کاری میکرد. حالا المان بعدی المان سه هستش. خب المان سه رو نگاه میکنیم، طولش چقدر؟ ای آی شنده.
المان 3 طولش 8 متر، ای آیش همون 2 ای آیه. پس اینجا الما ایش همون 2 ای آیه ولی طولش 8 متره. ماتریس سختیش حساب شد. ماتریس سختیش حساب شد بدون هیچ مشکلی. ماتریس سختی حساب شد. خیلی خوب و راحت ماتریس سختی دیدیم حساب شد. ولی درجات آزادی عضو 3 چنده؟ عضو 3 درجات آزادیش از 5 6 7 تا 8 شروع میشه و تمام میشه. 5 6 7 8 این درجات آزادی عضو سوم هستش. پس از U5 شروع میشه، U5 تا U8. اینجا هم F ها از F5 شروع میشه تا F8. خب البته اینا رو یادم رفت که بگم خود این F ها چی میشه، تو قبلی هم یادم رفت. توی قبلی ببینید ما توی عضو دوم، توی عضو دوم ما عکس العمل تکیگاهی U3 داریم ولی U4 لنگری نداریم، این صفره. U5 نیرو هست ولی U6 صفره. پس 4 و 6 یعنی F4 و F6 صفرن، لنگر نداریم. پس F4 و F6 رو میتونیم صفر بذاریم. و حالا تو عضو سوم چی؟ تو عضو سوم هم F6 و F8 صفرن. F6 لنگر نداریم، F8 هم صفر، ولی نیرو تکیگاه داریم. پس U5 رو داریم، U7 رو داریم، ولی U6، F6 و F8 صفر هستن. F6 و F8 صفر هستن تو عضو سوم. F6 صفر، F8 هم صفر. خب اینا هم دیگه سر جای خودشن. FR توی عضو 3 بار مثلثیه. بار مثلثی رو میریم میاریم، بار مثلثی رو میاریم، بار مثلثی که مثلث اینوره، مثلث اینور باشه اونور با هم دیگه فرق میکنه. مثلثی که این طرفی باشه، خب شکلش اینجاست. من خب همین فرمولش رو میبرم، به جای اینکه شکلش رو ببرم فرمول رو میبرم. این V هم برابر است با جمع دوتا لنگر تقسیم بر طول. یعنی یه اول لنگرها رو حساب میکنن، بعد لنگرها رو با هم جمع میکنن میشه V، بعد میام برش های تکیگاهی رو حساب میکنم. این نکتهش اینجوری. پس ما دوتا مقدار رو بایستی ببرم، یکی V یکی هم این فرمول. این فرمول رو بایستی حساب کنم توی اکسل. خب توی عضو سوم پس ما بار مثلثی داریم، این بار مثلثی یه V داریم، یه FR داریم، یه V داریم، یه FR. بنابراین اینجا بایستی V بایستی حساب بشه. این V که حساب میشه از لنگرها حساب میشه. اول پس بایستی لنگرها رو حساب کنیم، اینا رو پاک میکنیم مربوط به قبلی. مقدار شدت بار ماکزیمومش همون 2000 تاست که اومده پایین، پس همین 2000 تا رو میذاریم. خب واسه یه V واسه اول لنگر رو حساب کنیم، یعنی WL2 بیستم که این دومیه مساوی است با W ضرب در L به توان 2 تقسیم بر 20. این میشه لنگر اولی. لنگر دومی مساوی است با منفی W ضرب در L به توان 2 تقسیم بر C. این هم میشه M A و M B. خب جمع این دوتا تقسیم بر طول هم میشه V. پرانتز باز، لنگر M A به اضافه لنگر انتها تقسیم بر طول، طول هم که 8 متره. به این صورت V هم حساب میشه. حالا که V حساب شد، این رو ما برش ها رو میتونیم حساب کنیم. مساوی است با W ضرب در L تقسیم بر 3 به اضافه یه دونه برش و این تموم شد. و اینجا هم مساوی است با W ضرب در L تقسیم بر 6 منهای برش. به این صورت برش های تکیگاهی و عکس العمل های گیرداری، برش گیرداری و لنگر گیرداری محاسبه شد. و این عضو سوم که طولش 8 متر و ضریب 2 آی، و عضو چهارم هم به همین صورت به دست میاد. عضو چهارم رو کپی میکنم، از چون شبیه بار متمرکز داره، شبیه المان 1، من المان 1 رو کپی میکنم. هرچند دیگه باز
ماتریس باز هم لنگر گیردهش متفاوته. طولش 4.5 متر و یه ای آی داره. طولش 4.5 متر و یه ای آی. خب این المان 4 طولش 4.5 متر و ضریبش یه ای آی، این ضریبی که اینجا داره یک ای آی. ماتریس سختی حساب شد. درجات آزادی هم که داره از 7 8 و 9 هستش. و المان 3 درجات آزادیش رو درست کردیم. بله این F7 به بعد هستش، F7 F8 تا F9 تا F10 و اینجا هم U7 تا U10 هستش. دیگه آخرین المان شماره 4 هستش تا U10 رو داره. فقط این بار باستی، چون این بار متمرکزی که وارد شده در فاصله 1.5 متر این وره و یا به عبارتی 3 متر این ور وارد شده، 3 متر این ور 1.5 متر این ور وارد شده. مقدار بار چقدره؟ 10 کیلو نیوتن. یه پی 10 کیلو نیوتنی داریم، یعنی پی 10000 تایی داریم، یه پی 10000 تایی داریم که دیگه البته اف آر اینجوری حساب نمیشه چون بار وسط نیست، 1.5 متر این وره. پس اینو پاک کردم، این شکل فرمولش هم این نیست. بایستی بریم لنگر گیرداریش رو پیدا کنیم توی جزوه مربوط به باری که در فاصله آلفا و بتا باشه. میبینید که اینم فرمولش یه فرمول گنده است، به این صورت هستش، مجدداً از در واقع همون وی بهش اضافه و کسر میشه، به اون صورت هستش. خب من این رو میارم که این برش های تکیه گیردایی رو حساب کنیم. خب میارمش اینجا. خب اینجا یه آلفا داره یه بتا داره. آلفا و بتا در واقع این طول قبل از بار و طول بعد از باره. خب این ورش 1.5 متر، این ورش 3 متر، درسته مطابقه با شکل؟ این ورش 1.5 متر، این ورش 3 متر. پس آلفا و بتا در واقع یه 3 متر یه 1.5 متر هست. من این آلفا و بتا رو بایستی در واقع بهش بدم. یه پی داریم، یه آلفا و یه بتا. یه آلفا در واقع می نویسم آ، در واقع طول این ور، طول این ور برابر با 3 متر. بی هم خب قاعدتا میشه چقدر؟ بی هم مساویه با طول منهای 3. بی مساوی است با طول منهای 3 که همون 1.5 متر. این چیز مشخصیه. پس ما فقط این رو وارد میکنیم، بیه خب دیگه حساب میشه. پس ما فقط این رو حساب کردیم، بیه حساب شد. این بیه که حساب میشه، حالا میاریمش این ور یا میاریمش این بالا، همون جاش خوبه، ولش کن. خب الان حساب میکنیم، اول لنگرها رو حساب میکنیم. پی آ بی دو تقسیم بر ال دو. اول لنگر اینجا رو خب مساوی است با پی ضرب در آ ضرب در بی به توان دو تقسیم بر L به توان دو هستش. اینجاست تقسیم بر L به توان دو. این میشه برش گیرداری اول، برش گیرداری عوض میخوام لنگر گیرداری اول. لنگر گیرداری دوم این انتها مساوی است با منفی پی ضرب در A به توان دو، A به توان دو ضرب در B تقسیم بر L به توان دو، L به توان دو، که به این صورت لنگر گیرداری به دست اومد. خب اینجا یه برش گیرداری هم باید حساب کنیم. این برش گیرداری هم نیاز داریم. این برش گیرداری یه چیزی شبیه اینه. این برش گیرداری اینجا هم چون برش حساب میشه نباستیم چیزش میکردم، رنگش میکردم، چون حساب شده وارد نمیشه. اینجا هم که حساب شده سفیدش میکنیم. این برش رو هم میذارم اینجا، برش رو هم میذارم اینجا. مساوی است با پرانتز باز جمع دوتا لنگر، یعنی این لنگر به اضافه این لنگر تقسیم بر طول تیر. پس این هم این برش اضافی هستش که به این صورت به دست اومد و این هم محاسبه شده، سفیدش میکنیم. خب پس لنگر برش ها رو حساب میکنیم. برش اول مساوی است با پی ضرب در بتا که همون بی هستش تقسیم بر ال، تقسیم بر ال به اضافه وی، به اضافه وی. این میشه برش
گیرداری اول، برش گیرداری دوم مساوی است با پی ضرب در آ این بار تقسیم بر ال منهای وی. و این هم برش تکیگاهی دوم که محاسبات سختی چهار تا المان تموم شد.